أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام را. این آیات کتاب و قرآن مبین است. کافران هنگامی که آثار شوم اعمال خود را ببینند چه بسا آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند. بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها آنان را غافل سازد، ولی به زودی خواهند فهمید. ما اهل هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر اینکه اجل معین و زمان تغییر ناپذیری داشتند. هیچ گروهی از اجل خود پیشی نمی گیرد و از آن عقب نخواهد افتاد. و گفتند ای کسی که ذکر بر تو نازل شده، مسلماً تو دیوانه ای. اگر راست می گویی چرا فرشتگان را نزد ما نمی آوری؟ ما اینها باید بدانند، ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم و هرگاه نازل شوند دیگر به اینها مهلت داده نمی شود و در صورت انکار به عذاب الهی نابود می گردند. ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آنیم. ما پیش از تو نیز پیامبرانی در میان امتهای نخستین فرستادیم. هیچ پیامبری به سراغ آنها نمی آمد مگر اینکه او را مسخره می کردند. ما این چنین و از هر طریق ممکن قرآن را به درون دلهای مجرمان راه می دهیم. ما با این حال آنها به آن ایمان نمی آورند. روش اقوام پیشین نیز چنین بود و اگر دری از آسمان به روی آنان بگشاییم و آنها پیوسته در آن بالا روند، باز می گویند ما را چشم بندی کرده اند، بلکه ما سر تا پا سحر شده ایم. ما در آسمان برج‌هایی قرار دادیم و آن را برای بینندگان آراستیم، آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم. اگر آن کس که استراق سمع کند و دزدان گوش فرادهد که شهاب مبین او را تعقیب می کند و می راند. زمین را گستردیم و در آن کوههای ثابتی افکندیم و از هر گیاه موزون در آن رویاندیم. برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم. همچنین برای کسانی که شما نمی توانید به آنها روزی دهید. وزاین همه چیز تنها نزد ماست، ولی ما جز به اندازه معین آن را نازل نمی کنیم. ما بادها را برای بارور ساختن ابرها و گیاهان فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم، در حالی که شما توانایی حفظ و نگهداری آن را نداشتید. ما ایم که زنده می کنیم و می میرانیم و ما ایم وارث همه جهان. ما هم پیشینیان شما را دانستیم و هم متأخران را. پروردگار تو قطعاً آنها را در قیامت جمع و محشور می کند، چرا که او حکیم و داناست. ما انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال که از گل بدبوی تیر رنگی گرفته شده بود آفریدیم. جن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق کردیم. به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل خشکیده ای که از گل بدبویی گرفته شده می آفرینم. هنگامی که کار آن را به پایان رساندم و در او از روح خود دمیدم، همگی برای او سجده کنید. همه فرشتگان بی استثناء سجده کردند، جز ابلیس که ابا کرد از اینکه با سجده کنندگان باشد. خداوند فرمود ای ابلیس،
چرا با سجده کنندگان نیستی؟ گفت من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده‌ای که از گل بدبویی گرفته شده است آفریده ای سجده نخواهم کرد. فرمود از صف آنها فرشتگان بیرون رو که رانده شده ای از درگاه ما، و لعنت و دوری از رحمت حق تا روز قیامت بر تو خواهد بود. گفت پروردگارا مرا تا روز رستاخیز مهلت ده و زنده بگذار. فرمود تو از مهلت یافتگانی، ما نه تا روز رستاخیز بلکه تا روز و وقت معینی. گفت پروردگارا چون مرا گمراه ساختی، من نعمتهای مادی را در زمین در نظر آنها زینت می دهم و همگی را گمراه خواهم ساخت. در بندگان مخلصت را فرمود این راه مستقیمی است که بر عهده من است، بر بندگانم تسلط نخواهی یافت مگر گمراهانی که از تو پیروی می کنند. دوزخ میعادگاه همه آنهاست، هفت در دارد و برای هر دری گروه معینی از آنها تقسیم شده اند. یقین پرهیزگاران در باغهای سرسبز بهشت و در کنار چشمه ها هستند. فرشتگان به آنها می گویند داخل این باغ ها شوید با سلامت و امنیت. گونه قل، حسد و کینه و دشمنی را از سینه آنها بر می کنیم و روحشان را پاک می سازیم، در حالی که همه برادرند و بر تخت ها روبروی یک دیگر قرار دارند. هیچ خستگی و تعبی در آنجا به آنها نمی رسد و هیچگاه از آن اخراج نمی گردند. دگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم، اینکه عذاب و کیفر من همان عذاب دردناک است. به آنها از مهمانهای ابراهیم خبر ده. هنگامی که بر او وارد شدند و سلام کردند، ابراهیم گفت ما از شما بیمناکیم. گفتند نترس، ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم. گفت آیا به من چنین بشارت می دهید با اینکه پیر شده ام؟ به چه چیز بشارت می دهید؟ گفتند تو را به حق بشارت دادیم، از مأیوسان مباش. گفت جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش مأیوس می شود؟ پس گفت مأموریت شما چیست ای فرستادگان خدا؟ گفتند ما به سوی قومی گناهکار مأموریت یافته ایم تا آنها را هلاک کنیم. اگر خاندان لوط که همگی آنها را نجات خواهیم داد، به همسرش که مقدر داشتیم از بازماندگان در شهر و هلاک شوندگان باشد. قومی که فرستادگان خدا به سراغ خاندان لوط آمدند، لوط گفت شما گروه ناشناسی هستی، اند ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها کافران در آن تردید داشتند. آری ما مأمور عذابیم، ما واقعیت مسلمی را برای تو آورده ایم و راست می گوییم. خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار و از اینجا ببر و خودت به دنبال آنها حرکت کن و کسی از شما به پشت سر خیش ننگرد و به همان جا که مأمور هستید بروید. ما به لوط این موضوع را وحی فرستادیم که صبحگاهان همه آنها ریشه‌کن خواهند شد. سوی دیگر اهل شهر از ورود میهمانان با خبر شدند و به طرف خانه لوط آمدند در حالی که شادمان بودند. لوط گفت اینها میهمانان منند، آبروی مرا نریزید، از خدا بترسید و مرا شرمنده نسازید. گفتند مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم و نگفتیم کسی را به میهمانی نپذیر. گفت دختران من حاضرند، اگر میخواهید کار صحیحی انجام دهید با آنها ازدواج کنید
و از گناه و آلودگی بپرهیزی. جان تو سوگند، اینها در مستی خود سرگردانند و عقل و شعور خود را از دست داده اند. سنجام هنگام طلوع آفتاب، صیحه مرگبار به صورت صاعقه یا زمین لرزه آنها را فرا گرفت. پس شهر و آبادی آنها را زیر و رو کردیم، بالای آن را پایین قرار دادیم و بارانی از سنگ بر آنها فرو ریخت. این سرگذشت عبرت انگیز نشانه هایی است برای هوشیاران. ویرانه های سرزمین آنها بر سر راه همیشگی کاروان هاست. این نشانه ایست برای مؤمنان. اصحاب ایکه، صاحبان سرزمین های پردرخت، قوم شعیب مسلماً قوم ستمگری بودند. ما از آنها انتقام گرفتیم و شهرهای ویران شده این دو قوم لوط و اصحاب ایکه بر سر راه آشکاری است. اصحاب هجر، قوم سمود، پیامبران را تکذیب کردند. آیات خود را به آنان دادیم ولی آنها از آن روی گرداندند. خانه های امن در دل کوه ها می تراشیدند. با سرانجام صیح صبحگاهان آنان را فرا گرفت. آنچه را به دست آورده بودند آنها را از عذاب الهی نجات نداد. آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق نیافریدیم و ساعت موعود قیامت قطعا فرا خواهد رسید و جزای هر کس به او میرسد. پس از آنها به طرز شایسته ای صرف نظر کن. این پروردگار تو آفریننده آگاه است. به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم، بنابراین هرگز چشم خود را به نعمتهای مادی که به گروههایی از آنها کفار دادیم میفکن و به خاطر آنچه آنها دارند غمگین مباش و بال عطوفت خود را برای مؤمنین فرو دار. بگو من انذار کننده آشکارم. ما بر آنها عذابی میفرستیم همان گونه که بر تجزیه گران آیات الهی فرستادیم، همانها که قرآن را تقسیم کردند. آنچه را به سودشان بود پذیرفتند و آنچه را بر خلاف هوسهایشان بود رها نمودند. به پروردگارت سوگند در قیامت از همه آنها سؤال خواهیم کرد، آنچه عمل می کردند. چرا مأموریت داری آشکارا بیان کن و از مشرکان روی گردان. ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. ها که معبود دیگری با خدا قرار دادند، اما به زودی می فهمند. ما می دانیم سینه از آنچه آنها می گویند تنگ می شود و تو را سخت ناراحت می کنند. برای دفع ناراحتی آنان پروردگارت را تسبیح و حمد گو و از سجده کنندگان باش. پروردگارت را عبادت کن تا یقین مرگ تو فرا رسد.